بینندگان در گزارش ویژه امروز ما به شما خواهیم گفت که چگونه سازمان اطلاعات هند راو به همراه سازمان اطلاعات اسرائیلی موساد دانشمندان هسته‌ای ایران را کشتند. بینندگان محترم توی هر خبری جاذبیت شما را خواهد داشت. فالو کنید، ببینید و سابسکرایب بکنید. وایت نیوز پرشین. من رضا بتول هستم در خدمت شما. شما در حال تماشای وایت نیوز پرشین هستید. بینندگان محترم در تاریخ 15 ژانویه 2007 دانشمند هسته ایران اردش شیر حسین پور به طرز مرموزی به اثر نسبت گاز سمی در افغانستان کشته می شود. در تاریخ 12 ژانویه 2010 دانشمند ایرانی دکتر مسعود علی محمدی در اثر انفجار موتورسیکلت در جلوی خانه خود در تهران کشته می شود. Our drone is locked. What is approaching downtown? مارخ 29 نوامبر 2010 مجید شهریاری با اتومبیل خود در بزرگراه ارتش در تهران در حال حرکت بود که یک موتور سوار ناشناس بمب مغناطیسی را به اتومبیل خود وصل نمود و او را می‌کشت. فرسته بلندی از دانشمندان هسته ایران وجود دارد که در 2 دهه گذشته به طرز مرموزی ترور شده اند و سازمان اطلاعات اسرائیلی موساد صراحتاً مسئولیت آن را به عهده گرفته است که اسرائیل در ترور این دانشمندان هسته ایران دست داشته است. کشتن دانشمنده هسته‌ای در ایران با توجه به رعایت تدابیر شدید امنیتی که ایران دارد کار دشواری است و برای این کار نوع خاصی از اطلاعات نیاز دارد. بدیهی و غیر ممکن است که عوامل اسرائیلی مستقیما در ایران فعالیت نموده اطلاعات دانشمندان هسته‌ای ایران را جمع آوری کنند و در پرتو این اطلاعات بتواند ترور دانشمندان ایرانی را برنامه ریزی کند. لحاظا میتواند گفت که کشور میتواند این نقش را ایفا کند که هم روابط نزدیکی به سرویس مخفی اسرائیل داشته باشد و هم در ایران این کشور به عنوان یک کشور دوست شناخته می شود. اگر در نظر بگیریم تنها یک کشور در جهان وجود دارد که نام آن هند است. We love India. We admire India. We believe in India. And we want this partnership of India. بیاد داشته باشید که بسیاری از شهروندان هندی به عنوان پزشک و بازرگان در ایران کار می کنند و از این شهروندان هندی چند نفر ماموران آژانس اطلاعی هندی را هستند که اطلاعاتی در مورد تعداد آنها وجود ندارند. از بینندگان وایت نیوز خواسته می شود بیانیه عزیز ارد رئیس سابق سازمان اطلاعات اسرائیلی موساد مشاور امنیت ملی سابق و رئیس شورای امنیت ملی را در نظر داشته باشید که در آن به همکاری سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل و هند اذعان کرده است. جای سوال است که سازمان اطلاعاتی هند را و سازمان اطلاعاتی اسرائیل موساد در زمینه چه چیزی با هم همکاری می‌کند؟ Intelligence cooperation between Israel and India over the years. It's a long cooperation. سازمان اطلاعات اسرائیل از 3 قسمت تشکیل شده است. قسمت اول امان یک سازمان اطلاعات نظامی. قسمت دوم شبکه که امنیت داخلی را تامین می کند و قسمت سوم موساد که خارجی است در کشور فعالیت می کند. آژانس اطلاعاتی راو هند از سال 1990 اطلاعاتی را در مورد ایران در اختیار اسرائیل قرار می دهد. به یاد می آورید که در ماه 1991 یکی از ماموران سازمان اطلاعات هند را به نام سندیپ کپور اطلاعات در مورد ایران در اختیار اسرائیل قرار میداد که توسط ماموران امنیتی ایران بازداشت شد. آن زمانی بود که آقای حمید انصاری رئیس جمهور پیشین هند سفیر هند در ایران بود. तो उस टाइम पे वहाँ पे ऐसा माहौल था कि कभी भी किसी को ले जाएंगे और उठा करके ले जाते थे प्रिजन में, एविस प्रिजन में रखते थे उनको और टॉर्चर भी किया, किसी को ड्रग्स दिए ताकि उसको जो भूलने वाली वो चीज़ है, संदीप कपूर को ऐसे किया. رئیس استقای آژانس اطلاعاتی هند راو به حمید انصاری فشار آورد تا در مورد آزادی سندیپ کپور از ایران صحبت کند که حمید انصاری پاسخ داد که از یک سو در سطح دیپلماتیک از من خواسته می شود که درباره دوستی با ایران صحبت کنم. امبیسی के लोग थे, डिप्लोमेट्स नॉन डिप्लोमेट्स, कि आप उनके इरानियंस जो हैं आपके डिप्लोमेट्स को अरेस्ट करके ले जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, आपको इन्फॉर्म नहीं करते. از سوی دیگر آژانس هندی را ما اطلاعات حساسی در مورد ایران به اسرائیل می‌دهد. این شرم آور است. من نمی‌توانم از آن جلوگیری کنم. بینندگان عزیز، این یک راز نیست، اما در همان روزی که او از ریاست جمهوری خود کناره گیری کرد، همون روز ماموران باز نشست راو در رسانه‌ها به صراحت گفتند که حمید انصاری در عملیات مشترک راو و اسرائیل در ایران خیانت کرده است. افسر سابق را انکه سود همچنین گفت که در ماه آگوست 1991 سازمان اطلاعات هند را یک عملیات مخفی با اسرائیل در شهر قم ایران ترتیب داد. این عملیات توسط یک افسر را به نام دی بی انجام شد. اما حمید انصاری عصبانی شد و فقط به همین علت به سرویس مخفی ایران گزارش داده بود که حمید انصاری را از کل ماجرا بی خبر گذاشته بودند. प्रधानमंत्री को शिकायत पत्र में इन अधिकारियों ने यह दावा किया है कि अपनी पोस्टिंग के दौरान अंसारी न सिर्फ राष्ट्रहित बचाने में असफल रहे बल्कि ईरान सरकार और वहां की खुफिया एजेंसी सवात से जानकारी साझा कर रॉ के मिशन और अधिकारियों की जान खतरे में डाली. در سال 2010 رهبر ایران آیت الله خامنه‌ای عظما از مسلمانان جهان درخواست کرد که به مسلمانان کشمیری در مبارزه با نسل کشی مسلمانان به دست نیروهای هندی در کشمیر اشغالی کمک کنند. هند یک از معدود کشورهای جهان است که در سطح بین المللی همیشه با برنامه هسته‌ای ایران مخالف بوده است. سال 2005 بود که ایالات متحده به دنبال بهانه‌ای برای حمله به ایران بود. در چنین زمان دشواری هند از پشت به ایران خنجر زد و در کمیسیون بین المللی هسته‌ای رای منفی به ایران داد. سیاست خارجی هند توسط هندوهای کاست فوکانی که برهمن نامیده می شود اداره می شود. جامعه برهمن هندو به فیلسوف باستانی هندو به نام چاناکیا معتقد است که وی معتقد بود اگر قرار است دشمن کشته شود او را در آغوش بگیرید و از پشت به او ضربه بزنید. و این دقیقه همون کاری است که نخبگان برهمن هند با ایران انجام میدهند. همچنین هند یکی از معدود کشورهایی است که به شدت با انقلاب اسلامی ایران مخالفت کرد و در جنگ عراق علنا با عراق همراهی کرد. حمید انصاری نایب رئیس جمهوری پیشین هند به رسانه‌های هندی تصریح نمود که هند از ایران فقط برای اهداف خود استفاده می کند. مگر ایران صرف انرژی سپلایر نہیں. ایران ایک بہت بڑا دیش ہے, بہت امپورٹنٹ دیش ہے اور जो देश है वो पाकिस्तान के दूसरी तरफ है, अफगानिस्तान के दूसरी तरफ है. तो जब हम ईरान को देखते हैं तो इन तमाम चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं. ज़ीरा मर्ज़ ایران با افغانستان است و پاکستان و هند برای کنترل افغانستان و پاکستان به ایران نیاز دارد. در پناه خدا و السلام علیکم و رحمت الله.